وکلای پارلمان همونطور که من قبلا به دو دسته تقسیم کرده بودم باز میگم، وکلای پارلمان شامل دو دسته میشه. دسته اول او کسایی که هستن که شامل زن و مرد میشه، نماینده هستن که واقعا برای مردم آمدن، نماینده های واقعی هستن و وا هم زمانی که ما از ابتدای پارلمان صحبت های داشتیم تا امروز ما باور دارم میفهمن زمانی که ما کلمات به کار برم و ذکریای که دارم هدف ما چی کسایی هستن که خواستم ما عمق درد و نفرت مردم ما را نسبت به ما یک دسته دوم که اکثریت است که هم کلماتی که استفاده کردیم خواستم به او شکل برسانم که تا فراوان نامه ها، ایمیل ها گرفتیم، تلفن ها گرفتیم، تماس های مستقیم غیر مستقیم با وطندارای ما از گوشه و کنار افغانستان داخل و خارج که گفتن ملاله خودت اگر ای حیواناتی که خودت مقایسه کردی با بعضی از جنایتکارای از پارلمان زبان می داشتن و هم مقابلت اعتراض میکردن، میخواستن به محکمه بکشن تا که افرادی که در پارلمان هستن و قانون شکنی میکنن و از موقف خود سوء استفاده میکنن و امروز به خاطر گفتن حقایق میخوان تو رو به محکمه بکشن، محکمی هم که اصلا عدالت وجود نداره، که باید ما اصلا از حیوانات مظلوم معذرت بخوایم به گفته وطندارای ما که توهین کردیم، که ما در این زمینه به نظر وطندارای ما احترام میمانه و صحبتایی که داشتیم اون روز بروز مردم ما در سر معاملات کثیف که پارلمان داشته و اونم ماهیت ارتجاعی پارلمان روز بروز حداقل به عنوان مش نمونه خروار دوست مثال که دادم کافی است که وطندارای ما پی بره و به خاطر بیشتر آفتابی شدن ماهیت ارتجایی و غیر مردمی این پارلمان اگر بخوایم تماس بگیریم فکر میکنم هم یک سند کافی است که ماهیت توتگرانی در ککای حاکم وطندارای ما بیشتر پی بره. این سند است که به دست آوردیم که چطور این فرد که به نام نجیب الله فعلا در زندان است افشا میکنه که این در اعترافات خود میگه که به من مبلغ 1,00,000 افغانی داده شده تا جویا را به نام بسازه. اجازه بتونی یک بار میره اگه من بخوانم در شروع نکات را گفته که مثلا اعتراف کرده که ما چند بار مواد انفجاریه را چی کردیم انتقال دادیم و پیسه در بدلش به دست آوردیم و یک مراتب هم بار آخرین بار این بود که به دفتر ملاله جویا رفته بودم در بدل 1,00,000 افغانی که امضای نماینده های دفتر ملاله جویا را عکس بدارم که یعنی از امریکایی ها پول عکس می نماید و به ضد اسلام فعالیت می نماید تا بتوانم از این حرکت جویا را بدنام بسازم در پارلمان عکس نمودم. ببینین وطن دارای عزیز در پارلمان عکس نمودم. خب آیا ما ایرا به شما ژورنالیست شریف مثل شما می خواهش از شما میکنم به نمایندگی از مردم ما به ای که همچو دوسیه ها را تعقیب کنن که این فرد باید اعتراف کنه بگه که کی را پارلمان برش این مبلغ پیسه را داده تا اینکه توته را برامونده و ما باور دارم که این توته اول هم نیست آخر هم نیست. داری که هم تو امضای ما را سوء استفاده کردن پارسال افشا شد به شکل بسیار خائنانه‌ش به خاطر فرد ظالم و خونخور مثل سلیم مبارز و همچنان ای بار ای توته و ای جریان داره. اگر شما در رابطه با واقعی که چند روز پیش در 8 ثور رخ داد اگر در ای رابطه نظر خود ابراز بکنید؟ او وطندارای ما که در ای حادثه شوم به شهادت رسیدن من تسلیت خود به فامیلاشان گفتم، بازم از تریبیون شما تسلیت خود عرض میکنم، غمشان شریک هستیم. ولی در مورد ای حادثه میخوایم بگویم که ای خودش یک توطئه بود که توسط توطئه مشترک توسط طالبا و جبهه ملی صورت گرفت تا که تا خود رئیس خاد و وزیر دفاع و وزیر داخله هم وا گفتن که کسای از درون نظام در این حادثه دست داشته. و از جانب دیگه چرا من مطمئنن میگم که جبهه ملی در این دست داشته، وطندارای ما به خاطر دارن که چطور مدت چند ماه میشه سخنگوی از جبهه اعلان میکنه که ما با طالبا و حزب گلبدین در حالت مذاکره هستیم که خودش امیر میرسانه در یک چیز که ریشه مشترک دارد جنایت و خیانت است و یک از نگاه ماهوی یا یک ماهیت دارند و از جانب دیگر یعنی اما این را به اثبات میرسن که یا برادران هستند و دشمنای سوگن خورده مردم ما هستند که صرف به خاطر این حرکت به خاطر نمایش قدرتشان یا انجام دادن تا که میبینیم اول خب قدر تدابیر امنیتی چطور زمینه به زیاد مساعد شد
که دست به یه عمل بزنن، ای خودش سری از جانب دیگه چرا لوژ اوله یا مورد هدف قرار ندادن که آقای کرزی و کابینیش و افراد عمده جبهه ملی در چهار طرفشان بودن، با این خاطر هدف قرار ندادن که نمیخواستن افراد خود از دست بدن و فقط لوژ دومه و مورد هدف قرار دادن که دیدیم باعث شهادت چند تن از وطندارای ما شد، که میخوایم میره بگویم که خودش فقط یک نمایش قدرت بود که چیزیست که بسیار سریع و آفتابی است و تندارای ما به ای پی بردن و جانب دیگه این خودش بیکارگی دولت هم میرسانه. ولی فکر میکنم که اگه یادسه هم نمیشد دولت هم و بیابرویش و رسوایی خود قبلا هم ثابت کرده با برگزار کردن همچو جشن که دقیقت پایکوبی بر روی قبر حداقل بیش از 70,000 شهید کابولی ماست که رقص و پایکوبی کردن با برگزار کردن جشن و دلارها را با میلیون ها دلار به آب دادن و در شرایطی که میبینیم مردم ما حتی از گرسنگی علف میخورن در بعض ولایات، در این زمستان اخیر شاهد هستیم که دو مادر حاضر میشه که طفل خود به $10 بفروشه و یا حتی به حد مردم ما به تنگ آمدن که در این اواخر شنیدیم از طریق مطبوعات که گفتن گوش دولت و دولت مدارا گفتن گوش کرتان پس کنن گوش خربانن که فریاد ما رو بشنوین، ببینن که عمق درد مردم ما میرسانن که چقدر از این وضعیت یا به تنگ آمده. و حتی منابع غربی هم میگه که اعلان میکنه که 18 میلیون افغان در خطر گرسنگی رو تهدید میکنه، که ملل متحد هم گفت که 70% مردم با خطر گرسنگی مواجه هستن. و ایت جشن ها رو اگه میگیره اگه میخوان جشن واقعی رو بگیره از نظر مردم، ما باید 26 دلوه که آخرین عسکر روس از افغانستان برآمد و مزدورایش که خلق و پرچم باشه روسیه شد باید جشن گرفته شد، نه ای که وقت تنظیمی هایی که در قدرت آمد و جنگ داخلی را دامن زد و آقای کرزی رسوایی دولت شنبهمی است که به خاطر دلخوشی چند تا جنایت سالار که امروز در قدرت هستن همچو جشنهایی را برگزار میکنه. و به نظر من نه تنها 8 سور بلکه 7 سور 8 سور اردویش به عنوان روز ماتم ملی اعلان شود کشور ما و تا بیرقا باید نیمه افراشته شود، چرا که اون خون نه تنها آزادیخوا مردم بیگناه ما فراوان ریخ. و جانب دیگه و خجالت آوری بود که میبینیم چطور با می تدابیر امنیتی گرفته شده بود وقتی که حادثه صورت گرفت، عسکر و پلیس یعنی صاحب منصبا و عسکرا یعنی اردو ملی و پلیس ملی چطور فرار کردن که خودش ثابت ساخت که یا ملی نه اردو پلیس ملی نه بلکه اردو پلیس دلاری بود. و از جانب دیگه هم سوزن بود که با قانه دقیقت خرید، حتی به خاطر داریم که یکی از وطنداران ما به نام علم خان سلیمان خیل در از طریق تلویزیون گفت که یکی از برای جنایتکار در جریان حادثه با صدای فیر مرمی چارغوک میکردن، که مردم ما میگه که چارغوک چی که هر چی کنین ما شما را ایلادادنی نیستیم، خود شما چی که استخوانهای شما را هم اگه زنده نبودین روز محکمه کرده نیستیم. طوری که میفهمین اعضای پارلمان بعضی از مقامات امنیتی را که وزیر دفاع بود، رئیس امنیت ملی بود و همچنان وزیر داخله بود، اینا را استیزا کردن و دوباره سلب اعتماد نشدن در پارلمان، طور که مردم این تقاضا را داشتن که بعد قبل از قبل که اونا استیزا شن بعد استعفا بدن، و مردم بعد از استیزا مردم از پارلمان از اعضای پارلمان این توقع را داشتن که بعد استیزا شن و سلب اعتماد شون که نشدن. در این رابطه چی میگین؟ استعفا را بعضی از وطندارای ما پیشنهاد استعفا را داشتن. ما میخوایم بگویم که اینقدر این دولت رسوا شده هم در سطح داخلی هم در سطح بین المللی که فکر نکنم که استعفا یک یا چند وزیر کار را پیش ببره. و جانب دیگه اینقدر با تجربه‌ای که داریم میبینیم چطور وزیرای که است رئیسای که است عشق عمیق نسبت به چوکی و قدرت دارن و این تجربه نشان میده که هرگز حاضر نخواهد شد که از پست‌های بگذرن و مگه ای که یا به زور مردم و یا ای که کلام نیروی دموکراسی خواهی در قدرت بیای عدالت خواهی که یاره وزیر بکشه. و از نگاه اخلاقی هم اگه اخلاق قضیه رو ما شما مورد بررسی قرار بدیم، میبینیم که از بیشتر از 100 رای عدم اعتماد گرفتن 60 رای اعتماد گرفتن، که یا خودشان اگه وجدان میداشتن باید استعفا میدادن. و از جانب دیگه هم بر اساس اصول وظایف داخلی رای وکلای که حضور نداشت رو گرفتن رای
مثبت که به نظر ما باید رای خونسا باشه، نه مثبت نه منفی، که خودش هم بیانگر عزیز است یا بین هم دقت معامله دارن و از یک آش و کاسه هستن که باید خود از نمی رای گیری که شد، استیزایی که شدن، باید اول سیری نمی بود، صریح می بود که همه که مردم ما می دیدن که کیها با یا ای ستنه که بیشتر ستنه که رای عدم اعتماد یا کسایی که رای اعتماد دادن چی کسا بودن. و از جانب دیگه مردم ما میگن که یا کی از کی استیزا میکنن، کی به وزیرا رای داد، اول این سوال هم است. باز چرا پس یا برنده شد که یک بار دیگه ماهیت پارلمان هم یا با این حرکت شون به اثبات رسانن که هم شریک جرم یکی دیگه هستن، هم بدهوبستان با هم دیگه دارن و همچنان دان جواله این پارلمان شینا با وزیرا و دولت مدارایی که در قدرت هستن گرفتن و عملا یا با امیره اعتماد خودی را ثابت کردن که ظاهرا پیش مردم ما خود مخالف میگیرن ولی عملا میبینیم متحد هستن.